ایران رو شنیدم. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این در نیمه اول آبان ماه موج اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها دولت شریف امامی را عملاً فلج کرد. صحبت از تشکیل حکومت ملی از یک سو و روی کار آمدن دولتی نظامی از سوی دیگر همه جا را فرا گرفته بود. اما بسیاری و از آن جمله دکتر کریم سنجابی در همان زمان می‌گفتند که دولت نظامی درد سیاسی کشور را درمان نخواهد کرد. درباره این که ممکن هست به یک نظام دیکتاتوری نظامی و افسری ما دوباره برگشت بکنیم، همه چیز ممکن هست. متاسفانه دستگاه حکومت ما در این مدت چندین ساله و به خصوص حتی در همین دو سال اخیر دیوانگی ها پشت سر دیوانگی ها و اقدامات ناشایست پشت سر اقدامات ناشایست کرده که نه تنها به زیان مملکت بوده بلکه به زیان خود اون هم بوده است و باز هم ممکن است از این نوع اشتباهات مکرر مرتکب بشه. یکی از اونها همین است که از راه اضطرار متوسل به حکومت نظامی ها بشود، که این حکومت علاوه بر این که برای خود رژیم یک خطر بزرگی داره، این برای مملکت فوق العاده زیان بخش است و هیچ گونه راه علاجی نیست و مملکت را دچار بحران‌های شدیدی خواهد کرد. ممکن است به طور موقت یک تصورات به اصطلاح خودشون امنیتی که در واقع امنیت نیست و در حقیقت اختناق و خفقان عمومی است فراهم بکنند، ولی هر قدر این خفقان بیشتر باشد واکنش مردم در برابر اون بیشتر و انفجاری که در نتیجه اون حاصل میشه عظیمتر خواهد شد. رژیم نظامی برای ایران مکرر گفتیم دوا نیست بلکه سم است و هر که به این متوسل بشود مسموم کننده تمام جامعه ایران است. تهدید به برقراری حکومت نظامی در واقع شمشیری چند لبه بود که به گفته دکتر کریم لاهیجی هر یک از بازیگران صحنه سیاست آن روزها به منظوری از آن استفاده می کرد. در همون روزها یک تماس هایی هم با شخصیت های مخالف گرفته می شد و من می دونم که از ناحیه بعضی از کسانی که در همون کارزار و جنگ سیاسی که دیگه متاسفانه خونین هم بود هنوز فکر پست و مقام و روی کار اومدن به عنوان نخست وزیر هم بودن و سعی میکردن که مثلا یک کابینه ائتلافی با یه عده از شخصیت‌های سیاسی مخالف تشکیل بشه و اینها، در همون روزها در لفاف و با رمز و کنایه تهدیدهایی هم میکردن و بعضی از این عناصر میگفتن که اگر یه همچین دولتی نیاد احتمال داره ظرف روزهای آینده تهران رو آتش فرا بگیره و نتیجه این آتش و خون و خونریزی یک حکومت نظامی، یه چیزی شبیه به کودتای نظامی. صبح روز 13 آبان تظاهرات گسترده‌ای در دانشگاه تهران و اطراف آن صورت گرفت که ظهر به جنگ خیابانی بدل شد. ماجرا تا نیمه شب ادامه یافت و ده‌ها تن جان سپردند. فردای آن روز تهران در آتش می‌سوخت. ناتوانی دولت و شدت عمل و خشونت‌های متناوب فرمانداری نظامی تضاد و دوگانگی وضع سیاسی کشور را به روشنی نشان می‌داد. ارتشبد قره‌باغی هنوز وزیر کشور وقت بود. در اعمال فرماندار نظامی تهران ارتشبد اویسی بیشتر مشهود بود این مسئله که یک روز دستور می‌داد ایشون جلوگیری بکنن و یک روز دستور می‌داد که کنار بکشند و نگاه کنند، که یه مقدارش تا اونجایی که من احساس میکنم مربوط میشد و مسائل شخصی بود که به خصوص اون روز فکر میکنم 14 آبان باشه که اون روز چه تهران رو آتش میزدند و دستور داده بود که کسی تکون نخوره و دستورش من صراحتا یعنی مداخله کردم به امان اگرچه حکومت نظامی تحت نظر وزیر جنگ بود و فرماندار نظامی بود، ولی خب من به امان وزیر کشور نمیتونستم که
مثلا ناظر باشم و بیستم نگاه کنم، تماشاگر باشم. درستی که مسئول اونها بودم، ولی خب بالاخره منم به عنوان یه وزیر مسئول بودم و مداخله کردم. به رئیس شهربانی تلفن کردم که بسخ شما چه کار میکنید؟ چرا بسخ دخالت نمیکنید؟ گزارش به من داد که دستور داده فرماندار نظامی آتش بود اویسی که مداخله نکن. حتی من گفتم آقا جلوی چرا آتش سوزی رو نمیگیرید؟ من از دفترم میبینم همه جای شهر آتش گرفته است. اظهار کرد که آتش نشانی که احساب کردن مال شهرداری و مال آرتش هم که باید فرماندار نظامی خودش دستور بده، چون یه مداش مال خود نیروی زمینی است که باید بیان که دستور نمیده و اینا دارن میسوزن. سفارت بریتانیا هم همان روز آتش گرفت. انتونی پارسونز سفیر وقت بریتانیا در تهران با اینکه روز سختی را پشت سر گذاشته بود، آن شب باید به دیدن شاه میرفت که به صورتی روزافزون به سفرای خارجی رو آورده بود و گرچه آشفته بود گویی در دنیای دیگری به سر می برد. I remember the day when our embassy was burnt down. I was sent for very late in the evening. 10 o'clock, I suppose. یادم میآید آن روز سفارتخانه ما را آتش زده بودند. فکر میکنم ساعت 10 شب بود که دنبال من فرستادند. سفارتخانه در وضع بسیار بدی بود. من سر تا پا سیاه شده بودم. همه جا کثیف بود. نه برق داشتیم نه تلفن. با یک جیپ ارتشی که آن را یک خودرو زرهی همراهی میکرد مرا به کاخ بردند. خیابانها خلوت بود و شهر در آتش میسوخت، اما این خودرو زرهی پی در پی خاموش میکرد و خلاصه ساعتها طول کشید تا ما به نیاوران رسیدیم. من با سر و وضع نامرتب وارد کاخ شدم. حتی کت شلوار هم نپوشیده بودم. احساس کردم که قدم به دنیای دیگری گذاشتم. انگار وارد سیاره دیگری شده بودم. کاخ کاملا حالت عادی داشت. یعنی هنوز باید یک نفر با لباس رسمی مرا به داخل یک اتاق خالی راهنمایی می‌کرد و اینجور تشریفات. خلاصه مرا به حضور شاه بردند. درست این احساس به آدم دست می‌داد که انگار وارد سیاره دیگری شده است. همه چیز آرام و بی اضطراب. به نظر من این حالت دوری و بی‌خبری شاید نشان دهنده طرز فکر اشخاصی بود که در مرکز قدرت بودند. در هر حال دولت شریف امامی سقوط کرد و روز بعد ارتش بود ازهاری رئیس ستاد ارتش در رأس یک کابینه نظامی حکومت را در دست گرفت. ارتش بود قره‌باغی میگوید که ارتش بود اویسی فرماندار نظامی وقت تهران که میخواست با استفاده از آشوب‌ها نخست وزیر شود، صبح زود با او تماس گرفت. البته اون موقع ما شایعات بود، ولی بعدها از نوشته‌ها و جریاناتی که گفتن ایشون قاصد بود که نخست وزیر بشود، که این دنبال این مثل آشوب ایشون بشود نخست وزیر. متاسفانه حالا ما نفهمیدیم که چطور شد که ایشون نخست وزیر نشد و ارتش بود ازهاری نخست وزیر شد. ولی از حرکاتی که صبح ایشان ساعت 5 منو از خواب بیدار کرد و سقوط دولت آقای شریف امامی رو اعلان کرد، فهمیدیم که مسائلی بوده که ساعت 5 ایشون بیدار بوده و ساعت 5 به من تلفن کرده که شما وزیر کشور هستید. تصویر به ایشون من خلاصم ایشون نخست وزیره. گفتم که خب پس نخست وزیر چیه؟ گفت نخست وزیر آتش بود ازهاری. چیزی نمونده بود برای پیشما پیشما چه مربوطه؟ پس شما چه تلفنی شده؟ شما چه ابلاغ میکنه که من وزیر کشور هستم یا نه؟ بالاخره گوشی رو گذاشتیم. ساعت 7 7 و نیم خود نخست وزیر تلفن کرد به من که تیمسار من مأمور تشکیل دولت شدم و جناب عالی وزیر کشور هستید. می‌خواستم خواهش کنم که وزارت دارای اقتصاد رو هم تقبل بفرمایید، اونجا رو هم اداره بکنید. همزمان با تشکیل دولت نظامی، شاه خطاب به ملت ایران نطقی ایراد کرد و گفت برای جلوگیری از اضمحلال مملکت، چون تشکیل یک حکومت ائتلافی میسر نشد، به ناچار یک دولت موقت نظامی برقرار کرده است تا نظم را به کشور بازگرداند. من به نام پادشاه شما بار دیگر با برادر ملت ایران سرهنگ خود را تکرار میکنم و متعهد میشوم که خطاهای گذشته و بی‌قانونی و ظلم و فساد دیگر تکرار نشده، بلکه خطاها از هر جهت جبران نیز گردد. متعهد میشوم که پس از برقراری نظم و آرامش در اسرع وقت یک دولت ملی برای برقراری آزادی های اساسی و اجرای انتخابات آزاد تعیین شود تا قانون اساسی که خونبها انقلاب مشروطیت است به صورت کامل در مرحله اجرا برآید. من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم و آنچه را که شما برای به دست آوردنش قربانی دادید تضمین می کنم. من از آیات اعدام و علمای اعلام
که رهبران روحانی و مذهبی جامعه و پاسداران اسلام و به خصوص مذهب شیعه هستند تقاضا دارند تا با راهنمایی های خود و دعوت مردم به آرامش و مرد برای حفظ تنها کشور شیعه جهان بکوشند. در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران فکر کنیم. امیدوارم در روزهای خطیری که در پیش داریم خداوند متعال ما را مورد عنایت و لطف خود قرار داده و همواره مؤید و حافظ ملک و ملت ایران باشد انشاءالله تعالی. و پس از شاه نخست وزیر جدید ارتشبد ازهاری نطق کرد. او هم مثل شاه لحن پوزش خواهانه ای داشت. هم بکران عزیزم، در این ساعت بسیار حساس و دقایق تاریخی تاریکی که بر شما ملت شریف ایران و بر وطن عزیزمان می‌گذرد، سرنوشت چنین بوده که بنا به اراده ذات مبارک شاهانه مسئولیت اداره امور مملکت برای مدتی محدود بر عهده‌ام واگذار شود. برنامه اصلی و اساسی این دولت تأمین نظم و امنیتی همه جانبه می باشد. از طریق مبارزه با فسادهای مالی و فسادهای اجتماعی و هر نوع فساد و ناپاکی دیگری بدان گونه که مورد قبول و باور و تأیید جامعه شریف ایران قرار گیرد. من به نام رئیس دولت دست تقاضا به سوی آیات اعظام دراز کرده از پیشگاه مقدسشان ارشاد برای نمایی و کمک می خواهم. چهره جامعه امروز ما به صورتی وحشتناک و نگران کننده تغییر کرده. در شهرها به خانه ها و محل کسب و مدرسه و بانک ها هجوم و حمله می شود. آتش سوزی همه را آشفته و نگران ساخته. فرزندان عزیز و دلبند من از مدرسه و تحصیل باز مانده و بهترین ایام زندگی خود را از دست می دهند. پدران و مادران نگران، بازرگانان و اصلاف بلا تکلیف، مستخدمین دولت در کمال ناراحتی، اقتصاد مملکت لنگ، مدارس و دانشگاه ها تعطیل، بازارها راکب، موج اعتصاب ها گسترده و امیدها رو به یأس و آرزوها رو به خاموشی می رود. امروز مملکت تعطیل و فردای کشور مورد تهدید است. هموطنان عزیز، بیایید همگی به ایران بیاندیشیم، برای ایران بیاندیشیم و ایرانی بیاندیشیم تا ایران و ایرانی باقی بماند. لحن شاه و ارتشبد ازهاری تنها بر خواسته های مخالفان افزود. ترکیب دولت نظامی نشان می‌داد که دولتی نیست که بتواند با سرکوب اوضاع را آرام کند. آیت الله خمینی که دیگر رهبر بلا منازع مخالفان شده بود، بیدرنگ به پیام آشتی جویان شاه و دولت پاسخ رد داد. وی در یک دست آنها توبه نامه می‌دید و در دست دیگر برنامه سرکوب. قرار این بود که ایشون بیان در محضر ملت و این حرفا را بزنن. دنبال اون نخست وزیر هم همین حرفا را تکرار کرده بود به طبقات ملت که قیام کردن بیایید دست از این کارها بردارید که ما همه در اندیشه ایران باشیم. مصادف با همین توبه نامه یه دست دیگری هم بلند کرد و او با شدت شروع کردن با آدم کشید. آیت الله خمینی به رهبران مخالف در داخل کشور نیز هشدار داد که هر گونه مصالحه‌ای را با شاه خیانت می داند. اینقدر جنایت کرده در این مملکت که یه راه آشتی نیست، راه نیست که کسی بگر که شما اشتباهاتتون تا حالا هیچ حالا از این بزرد اشتباه نمیتونید. راه نگذاشت برای این کار. اگر یه روحانی یه سیاسی بخواهد بگد که این شاه امروز آمده توبه کرده، خب یه ببخشید، اینجا مردم خائن میدانن.
در هر صورت مسیح همین است، هر که غیر از این فکر کند خائن به ملت، خائن به مملکت است. هر کس غیر از این فکر کند خائن به اسلام است. اگر این را مهلت بدید فردا نه اسلام برای شما میند، نه مملکت برای شما میند، نه خاندان برای شما میند. مهلت ندید که فشار بدید اون گروه را تا خفه بشن. در داخل ایران نیز به گفته مهندس بازرگان که در آن هنگام زندانی بود، کمتر کسی وعده‌های شاه و ارتش بود ازهاری را باور می‌کرد. همون موقعی که بنده در زندان بودم، اون زندان آخر زمان شاه، تیمسار مقدم اونجا آمد با تک تک زندانی‌ها، یعنی اونا که بنده می‌شناسم، با مهندس سباقیان، با حاجی مانیان، با مقرم مراغه‌ای و شاید افراد دیگه حضوری صحبت کرد و بندم در حضور شاید یک ساعتی طول کشید صحبتش. و از جمله ایشون گفت که اعلی حضرت به اون مطلبی رسیدن که شما همیشه میگفتید، و اون که شاه در رژیم مشروطیت سلطنت میکنه نه حکومت. البته این کلام مرحوم مصدق بود و معنیش این نبود که شاه باید سلطنت کنه، یعنی شاه نباید حکومت بکنه، فقط تا حدود سلطنت. و سلطنت هم یه حالت در واقع تشریفاتی داشت مطابق قانون اساسی. نظر مصدق و نظر ما هم همین بود. وقتی میگفتیم شاه سلطنت بود نه حکومت، نمیخواستیم بگیم که او بایستی صاحب اختیار مملکت باشه. در حال ایشون گفت که بله اعلی حضرت به این نتیجه رسیدن، حالا نظر شما چیه؟ گفتم خب متاسفانه دیر شده، اون موقعی که میبایستی به این نظر نتیجه برسن و این کارو بکنن نکردن، بنابراین حالا دیگه امید چندانی نیست. و اون پیامی هم که دادن، اون پیام خیلی جالب و سنجیده است و از نظر ادبی فصیح و شیرینه، ولی چون مردم اعتماد ندارن، مردم باور نمی کنن. از نخستین اقدامات دولت ازهاری دستگیری گروهی از مقامات ارشد من جمله امیر عباس هویدا نخست وزیر پیشین بود. خود هویدا چند سال پیشتر طی مصاحبه‌ای در لندن گفته بود یکی از اهداف سیاست ما پیش بودن از حوادث است تا حوادث ما را غافلگیر نکند. We always try to be few steps ahead of events and therefore we don't let events to catch us. اما حوادث بر او پیشی گرفت و به گفته احسان نراقی شاه با دستگیری هویدا می‌خواست از خود رفع خطر کند. هویدا رو فکر کرده بودن که بهش گفته بودن یه عده که باید یکی سری قربانی کرد دیگه، بالاخره مثل قربانی شاه بشه دیگه. و هویدا هم خیال میکرد که چون ندزدیده، واقعا هویدا ندزدیده بود، شکی داشت نیست، پول نداشت هویدا، خب به این جهت سره به شاه. یه روزی مرحوم انتظام باید گفتش که نظامی ها شایع کردن که هویدا خودکشی کرده و شاید میخوان بکشنش. و بعد چون اویسی با هویدا خیلی مخالف بود و یه ده بودن اطرافی های شاه که باش مخالف بود، تو میری پیش شاه اینو بگو، خب بد اگر که بکشتن اینا اثر بدی داره بود. زمان هم گفت مثل که ولش هم خوب نیست، تو اتاقی که هست، اون خونهی که هست، پنجرهاشو بستن و پرده کشیدن و میگن که خطر داره که پرده ها رو بکشن و شما رو ببینن از پشت شیشه ممکنه بزننتون از این چیزا. اصولا خب مثلا یه عده بودن که فکر می‌کردن که هویدا رو میشه قربانی شاه کرد، یه عده حساب بعدمشون دروغ آبچینایی که با شاه بودن. امیر عباس هویدا که خود را صرفاً مجری منویات شاه میدانست، به گفته دکتر کریم لاهیجی تصور نمی‌کرد او را مسئول و مقصر بدانند. دکتر لاهیجی وکیل دعاوی هویدا را پس از دستگیری در زندان دیده بود. وقتی که راجع به سرنوشتش با هم یه خورده صحبت می‌کردیم اینها، به من گفت فلانی من نبودم، سیستم بود. شما که میدونید که من نقشی نداشتم. البته در چارچوب حقوقی هویدا مسئول بود، حقوقی چه در چارچوب قانون اساسی اون زمان و چه در چارچوب قوانین مملکتی. ولی من هویدا رو در اون حرف خودش واقعا صادق دیدم. گرچه هویدا دستگیر شده بود، اما به گفته احسان نراقی شاه از عواقب این کار هم نگران بود. این موضوع داشت همیشه رجوع هویدا یه حالت دوگانه داشت، یعنی هم از اینکه هویدا رو تونسته بود قربانی خودش بکنه خوشحال بود، و هم از اینکه میدونست بالاخره
اطرافیانش میگن آقا یه آدمی که بالاخره به تو خدمت کرده و نادرستی هم نکرده، تو اگر اینو به این روز میاندازی بعد بقیه چی؟